به گزارش روز خوش آمدید. من پریسا صادقی هستم. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 شب به وقت ایران به مهمترین خبر روز خواهد پرداخت. دختر علوم تحقیقات نام یک زن دیگر است که مقاومتش در مقابل حجاب اجباری به تصویری تاریخی تبدیل شد. آهو دریایی، دانشجویی که بدنش را به پرچم اعتراض تبدیل کرد و موجی از حمایت در داخل و خارج از ایران برانگیخت. با این حال رسانه‌ها و هواداران حکومت سعی کردند اعتراض برهنه‌اش را تحریف کنند. مشاپور محسن گزارش میدهد. داستان یک آدم ربایی حکومتی در تهران و تسخیر شهر با تصویر تمام قد زن زندگی آزادی. آخرین خبرها از دختر علوم و تحقیقات. بستری در تیمارستان بر اساس مصاحبه همسر سابق. بیمارستان روانی ابزار دیکتاتورها برای سرکوب مخالفان سیاسی. آهو دریایی کیست؟ کجاست؟ و چگونه با پوشش اختیاری علیه استبداد خامنه‌ای شوری؟ امروز که اوضاع جهان مایه شرم است، ای عشق دل افروز، دل ما به تو گرم. صبح شنبه در حالی که دفتر رهبر جمهوری اسلامی شماری از دختران دانشجو و دانش آموز را سازماندهی کرده بود تا در سالگرد گروگانگیری در سفارت آمریکا این گونه از خامنه‌ای تمجید کنند، حدود 10 کیلومتر آن طرف‌تر در تهران یک زن یکی از مهمترین خطوط قرمز جمهوری اسلامی را به چالش کشید. این تصویر زنی شجاع در میان جمع است که نام دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات را بر سر زبان‌ها انداخت. دختری که در اعتراض به برخورد حراست دانشگاه با نحوه پوششش تصمیم گرفت طغیان کند. کسی که حالا می‌دانیم نامش آهو دریایی است. 30 ساله و دانشجوی ترم هفتم مترجمی زبان فرانسه که شنبه جنبش آزادی‌خواهی زنان ایرانی را به تصویر کشید. دقایقی بعد گروهی از ماموران لباس شخصی در خیابان مجاور دانشگاه او را روبودند و به مکانی نامعلوم برد. مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت او به یک کلانتری برده شده و پس از آنچه اختلال روان ذکر شده به یک بیمارستان روانی منتقل شد. اما سه‌شنبه در حالی که بسیاری نگران سرنوشت آهو دریایی بودند، سخنگوی دولت در مصاحبه با روزنامه هم‌میهن در اولین اظهار نظر رسمی گفت پرونده او امنیتی نیست. خانم مهاجرانی گفت بازگشت این دانشجو به دانشگاه منوط به گذراندن دوره درمان است. او در توجیه استفاده برچسب بیمار روانی در کمترین زمان ممکن مدعی شد. احتمالاً دلیلش این بوده که قبلاً در آنچه طرح پایش سلامت روان دانشجویان خوانده شده برای او پرونده‌ای در دانشگاه تشکیل شده بود. روزنامه اصلاح طلب هم‌میهن حامی دولت پزشکیان دوشنبه در سرمقاله‌اش تلویحاً حرکت اعتراضی این دختر دانشجو را به مخالفان رفع فیلترینگ ربط داد و نوشت ممکن است هدف او مسئله سازی برای کشور در شرایط جنگی باشد. رضا رشیدپور مجری تلویزیونی حامی پزشکیان هم با همین نگاه ملامتگر فیلم حرکت اعتراضی آهو دریایی را پورنوگرافی خواند و آن را در جهت مقابله با رفع فیلترینگ تحلیل کرد. موازی که نشان می‌دهد اصلاح طلبان هم به محض سوار شدن بر خر مراد دقیقاً نگاهی مشابه خامنه‌ای به پوشش زنان دارد. سرکوبگر و آمیخته با تئوری توطئه. خیلی از کسانی که کشف حجاب میکنن نمیدونن این رو، بدونن که پشت این کاری که اینا دارن میکنن کیا هستن قطعا نمیکنن. من میدونم. در ادامه همین نگاه توطئه آمیز سایت خبری تابناک نزدیک به اصولگرایان به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد آهو دریایی اعتقاد دارد کنترل مغز او دست دیگران است و با ماهواره ذهن او را کنترل میکند. این اولین بار نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی از برچسب بیمار روانی برای مقابله با مخالفان حکومت استفاده می‌کنند. یک سال پیش رویا زاکری معروف به دختر تبریز را به دلیل شعار علیه خامنه‌ای در یک بیمارستان روانی بستری کردند. استفاده حکومت‌های مستبد از بیمارستان روانی به عنوان سلاحی علیه مخالفان سیاسی تاریخی طولانی دارد. علاوه بر آلمان نازی دیکتاتورهای کمونیست شوروی سابق هم برخی مخالفانشان را در بیمارستان روانی بستری می‌کرد. از جمله والریا نوودورسکیا، آزادیخواه روس که KGB، سازمان امنیت شوروی او را با برچسب ابتلا به شیزوفرنی در یک بیمارستان روانی در کازان روسیه زندانی کرد و بعد از فروپاشی شوروی مشخص شد او سالم بود. حالا آهو دریایی را به اینجا بردند. بیمارستان روانی ایران در جاده مخصوص کرج به این دلیل
که آگاهانه علیه استبداد شورید. واکنشی اعتراضی به رفتار حراست دانشگاه برای تحمیل پوشش اجباری با تصویری آزاد از بدنش. مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد نوشته آهو از همسرش جدا شد، اما ویدیویی از همسر سابق او منتشر شده که در آن خواسته مردم ویدیوی آهو را منتشر نکن. من همسر خانمی هستم که امروز این حرکت زشت را انجام دادم. رفتار حکومتی که در آن مردان در مقام همسر سابق و یا فعلی بر تن زنان صاحب ولایت هم. زنانی که سالها برای آزادی جنگیدند و هزینه دادند، از 46 سال پیش تا اینجا در خیابان انقلاب در سال 96 وقتی روسری بر سر چوب شد و بعدتر در جریان خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی زنان روسری ها را به آتش سپرد. حالا جمهوری اسلامی تمام تلاشش را برای حذف آهو دریایی، دختر علوم تحقیقات، در جریان روایت های دروغین به کار بست. کسی که شجاعتش از مرزهای ایران فراتر رفته و تحسین جهانیان را برانگیخت. الیف شفاق نویسنده اهل ترکیه در صفحه اینستاگرامش با اشاره به شعری از فروغ فرخزاد مقاومت آهو را ستود و این کاریکاتوریست ترک در طرحی نشان داد آهو بر سر نظام چه آورد. نظامی که سالهاست با خرج میلیاردها تومان پول و با راه اندازی چنین نمایش‌هایی مشغول اجرای حکم عمومی زندان برای زنان ایران است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران شنبه احتمالاً در اشتباهی ناخواسته برای 10 دقیقه آهو را رهبر انقلاب خواند. پر بیرا هم نگفت. او رهبر انقلاب است. مثل تک تک زنان دیگری که مدت هاست شجاعانه در یک دوی ماراتون انقلابی را علیه جمهوری اسلامی پیش میبرند. انقلابی برای پس گرفتن حقشان بر تن، حق زندگی و حق آزادی. مشتبه پور محسن، لندن. عرفان ثابتی پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس از منچستر بریتانیا همراه ما هستند. آقای ثابتی، در گزارش مشتاق‌پور محسن هم بهش اشاره شد، استفاده از برچسب بیمار روانی و بستری کردن معترضان سیاسی در بیمارستان روانی در حکومت‌های مستبد سابقه طولانی داره. فکر می‌کنید چرا جمهوری اسلامی از این روش استفاده می‌کنه؟ خیلی ممنون، درود بر شما. ببینید، تمام این حکومت‌های تمامیت خواه میگن ما بهترین نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دنیا رو داریم، بنابراین کسی که با بهترین نظام سیاسی اقتصادی و اجتماعی دنیا مخالفه، این از سلامت روانی بی‌بهره است و باید تو آسایشگاه روانی بستری و حبس بشه. این چکیده استدلال این هاست. یادمون بیاد تو رمان 1984 جورج اورول، اونجا اون بازجو شکنجه‌گره به وینستون اسمیت، شخصیت اصلی که داره، بهش میگه که منظور ما فقط این نیست که از تو اعتراف بگیریم یا مجازاتت کنیم، ما میخوایم تو رو معالجه کنیم. یعنی تو یک بیماری روانی داری که نمیفهمی ما بهترین نظام سیاسی و اقتصادی شما دنیا هستیم، با ما مخالفت میکنید. حالا شما ملاحظه بفرمایید، خانم آهو دریایی یا خانم زاکری یا کسان دیگری از نظر همه مخالفین از نظر جمهوری اسلامی دیوانه هستند، بعد رهبر فرزانه کیه؟ رهبر فرزانه میگه من نایب برحق امام زمانم. یعنی کل مشروعیت جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسیش مبتنی بر زنده بودنه یک مرد 1150 ساله است که زنده است، در چاه مثلا مخفی شده، قراره در یه زمان نامعلومی از دو تا شهر موهوم به اسم جابلقا و جابلسا که رو نقشه پیدا نمیشن جغرافی ولی اینا عقیده دارن، یک یارانی بیان به ایشون کمک بکنن، به این مرد الان 1150 ساله یه انقلاب هولناکی تو دنیا به راه بیندازن که به قول خودشون، من نقل میکنم، در اون انقلاب خون تا رکاب حضرتش خواهد رسید. خب اینها فرزانند ولی معترضان دیوانند. یعنی ببینید، این ادعایی که میکنن، دفعه دانش آموزان وقتی مسموم میکردند 2 سال پیش، اونجا گفتن این دانش آموزا هیستری دارند، یعنی رفتار جنون‌آمیز دارند. ببینید اونجا دوباره یه انگ جنسیتی، هیستری تو یونانی از هیسترا به معنی رحم میاد، از دوره باستان تا قرن 19 و حتی میانه قرن 20 میگفتن زنا یه انحرافات و بیماریایی دارن که این ناشی از رحمشون و جنسیتشونه. اما دیگه در سال 1980 انجمن روانکاوی آمریکا اومد گفت این اصلا این یه چیز جنسیت زده است، این هیستری رو از معتبرترین کتاب مرجع این رشته حذف کرد از اون راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی. اما جمهوری اسلامی، روسیه، پوتین و اینها، حتی اردوغان هنوز همه مخالفا رو میگن
بیمار روانی هستیم، مخصوصا زنا رو، چون که راحت تر انچسب بودن به زن. آقای عرفانی اجازه بده جنبه دیگرش هم نگاه بکنیم. سخنگوی دولت که خودشون هم اتفاقا خانم هستن درباره آهو دریایی خبررسانی کرده و گفته در واقع آهو دریایی بیمار بوده. اینکه برخی زنان نسبت به زنان دیگر اینطور موضع دارن رو نشانه چی میبینید؟ خیلی من این خیلی به نظر بنده نکته مهمیه، چون وقتی ایشون منتصب شده بودن اصلاح طلبان و کل حامیان حکومت با هیجان میگفتن که این خیلی اتفاق مهمیه. خب ببینید در روسیه هم وقتی این خانم ماریا زاخاروا انتخاب شد به عنوان نخستین سخنگوی وزارت امور خارجه، همین حرفا رو میزدن که چه واقعا انقلابی اتفاق افتاده. اما ببینید این حکومت‌های فاشیستی برای پروپاگانداشون میتونن از چه فاشیسم و ایدئولوژی رو پشت جنسیت، پشت قومیت، همه اینها پنهان بکنند. یعنی در روسیه هم شما ملاحظه بفرمایید مگر لاوروف ارمنی نیست یا شویگو اقلیت نیست یا خانم مارگاریت سیمونیان که رئیس یکی از دستگاه پروپاگانداست خانم نیست، اما همه در خدمت فاشیست. و در جمهوری اسلامی هم همینه، مثلا خانم فرزانه صادق که وزیر ارشد اساسی هستن، ایشون اومدن میگن من وزیرم، اما میگن مقام معظم رهبری از من و کسانی مثل من هم که هست. کار کارشناسیشون تو شهرسازی بسیار جامعتره. یعنی ما نباید فریب بخوریم این جنسیت یا قومیت و ایدئولوژی مهمه که فاشیسمه. ولی یه نکته بگم، این تو ریاکاری که این حکومت ها ترویج میکنن خودش ممنونم از شما آقای ثابتی، متاسفانه به آخر این بخش رسیدیم. عرفان ثابتی پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس از منچستر با ما بودن و ممنونم از شما.